سلام و درود فراوان، من سارا هستم از پرژین اواز. برنامه امروز ما با تعدادی از شاعران خیلی خوب از کشور افغانستان است. دوستان عزیز خیلی خوش اومدین. با خانم رویا احمدی شروع میکنیم. رویا جان خوش اومدین. دارین صدا منو؟ بله صداتون میاد. خوش اومدین. زنده باشین. تشکر. عاقبت زیندار فانی میرویم، عاقبت زیندار فانی می رویم، گر بخواهی یا نخواهی می رویم. در دیار آخرت تنها رویم، با دو دست خالی از دنیا رویم. قلب ما از آرزوهایش ندارد انتها، با همین ارمان و خواهش ها ز دنیا می رویم. با همین چشمان خود دیدیم که رفتن دوستان، باز هم با کوله باری از گناهان می رویم. ما نکردیم طاعتت ای مهربان لایزال، با دو چشم پر ز اشک از دار دنیا می رویم. ای خدا من را ببخش، من را چرا، چون که تو را نشناختم. مهربانیت زیاد است ای خدا دریافتم. بار الها تو بیا نزدیک ما هر دم خدا، قلب ما پرگشت از کبر و عداوت یا ریا. گر نیایی اندر این تاریکی اعمال خود، غرق در دریای عصیان ما تک و تنها رویم. در تمام اون این وجودم پر شده ترس و حراس، چون که عمر ما هدر رفت و امانت از خداست. به نام خدا. سلام و درود خدمت سارا جان عزیز، شرکت کنندگان گرامی و عزیزان در استودیو و بینندگان محترم. حلول ماه مبارک رمضان، ماه مهربانی خداوند، ماه صبر و استقامت، ماه به زنجیر کشیدن شیاطین و ماه استجابت دعا، بر همگی سان تبریک. رویا احمدی هستم، فعال مدنی و یک شاعر و نویسنده کوچک در خدمت شما. خیلی خوش اومدید خانم احمدی. در حال حاضر در افغانستان هستی درسته؟ بله در افغانستان کابل. بله خیلی خوش اومدید و واقعا خوشحال هستیم که در برنامه شما داریم. اگر فرصتی هست که شعر دیگه هم بخونم چون؟ بله بفرمایید. زنده باشین. تشکر. چون اون جلسه قبلی که بود شعرها، چون اوائل آمدن طالبان بود، کمی فکرها درگیر بود و خسته کن بود و هر شعری بود بیشتر به خاطر وطن بود و یکی از دوستان اعتراض کردن، گفتن یه شعری واسه همسر یا فرزند مادر اینجور چیزا بگی. من یه شعر واسه همسرم گفتم، گفتم یه کمی اول و هوای همه گی عوض شد. تو که باشی همه جا خرم هست، تو که باشی همه جا خرم هست، شادی و نشاط در وجود من هست. تو که باشی زندگی شیرین است، بی تو عشقم قلب من غمگین است. تو که باشی روز روشن می شود، تو که باشی روز روشن می شود، اندر این تاریکی شب ماه تابان می شود. تو که باشی آرزو دیگر چه معنا می دهد، آرزوی من تو هستی آن که یکتا می دهد. تو که باشی قلب من همه کس را دارم، در وجود خود امید زندگی را دارم. تو که باشی غم نمی آید به کار من، زرق و برق دنیوی معنا ندارد ای تو یار من. تو که باشی این نوای زندگی نه، این دل آهنگ می زند، عشق تو هر دم درون قلب من چنگ می زند. تو که باشی چشم من روشن شود، با قدوم تو کویر خشک هم گلشن شود. تو که باشی گیشت بیستوان من پریشان می شود، عاشق چشمان تو مبهوت و حیران می شود. تو که باشی ابرها هم پر ز باران می شود، چتر خود را می گشاید، آسمان هم شاد و خندان می شود. تو که باشی زندگی دلچسب و زیبا می شود، از برای من بهشتی
غرق رویا می شود. تشکر از شما عزیزان. ممنون، تشکر از شما. سوالی چیز دیگه هست در خدمت؟ با خانم هستی تراوت شروع میکنیم. خانم هستی تراوت. خانم تراوت صدای منو داریم؟ بله سلام، خوشبخت هستم که توانستم بعد از مدت‌ها تلاش و کوشش در یکی از برنامه‌ها اعلان حضور داشته باشم و در این شرایط سختی که فعلا بر خانم‌های افغان وجود داره متأسفانه نمی‌تونیم که ما خیلی روشن و واضح‌تر صحبت کنیم. به خاطر امنیت جان ما خیلی فعلا فعالان مدنی و شاعران و نویسنده‌ها و خانمانی که دست به قلم هستند جامعه امروزی ما با مشکلاتی برخوردار هستن. من هم یک تکنی کردم و آمدم، امیدوار هستم که مشکل نداشته باشین شما با طرز ماسک پوشیدن ما در برنامه. نه مشکلی نیست، لطف کنید خودتون رو بیشتر معرفی کنید و اگر در چه زمینه‌ای فعالیت می نویسم و گاه گاهی هم می سرایم، البته با اسم مستعار هستی تراوت، متولد سال 1373 در شهر کابل در کشور دوست ایران بزرگ شدیم و دوره رهنمایی و ابتدایی مکتب را در اونجا به اتمام رساندم. بعد از اینکه مشکلات آید حال مهاجرا شد در ایران، دوباره به کشور خود برگشتیم و دوره لیسه را تا ختم دیپلم در دانشگاه در کشور خود ما به اتمام رساندم. دیپلم ادبیات زبان انگلیسی می باشم و بعد از اینکه خانه‌دار شدم و صاحب دو فرزند، دوباره به پای به علوم سیاسی گذاشتم و دانشکده حقوق علوم سیاسی را پیش بردم که متاسفانه سمستر دوم بود که نظام حکومت تغییر کرد و ما ختم درس دادیم و متاسفانه درسمون را اله کردیم. بله متاسفم. در حال حاضر مشغول چه کاری هستم؟ استاد هستم، در یکی از مکتب‌های خصوصی درس می‌دم زبان ادبیات انگلیسی را و همچنان عامل دپارتمنت ایرشته و به صفت مدیر مسئول کمیته فرهنگی هم در مکتبی که درس می‌دم می‌باشم. الان کاری دارید برای ما اجازه بدید؟ نه فعلا برای شما یکی از نوشته‌های ما می‌سرایم، امیدوار هستم که خوشتون بیاید. بله حتما. ای بر میخوره بر کسانی که فعلا وضعیت ما رو که خراب ساخته، امی نسل کشی ها و چه قسم بر شما بیان کنم، من تعصب باعث مرگ افغانستان شده. فعلا من برای کسی ایران نوشتم که بعدها قرار است بیایه و خیلی یک کشور خوبی داشته باشه، یک زندگی راحت تری داشته باشن. به امید اون روز. هزاران سال بعد وقتی که می آیی، نمی دانم در و دیوار را خواهی شناخت یا نه، نمی دانم مرا داری به یاد یک روز، نمی دانم مرا خواهی شناخت یا نه. هزاران سال بعد وقتی که می آیی، دیگر مایی به فردایت نخواهد بود، دیگر توپ و تفنگ و انتحار در شهر، صدای چیغ و سنگسار هم نخواهد بود. هزاران سال بعد وقتی که می آیی، تو راه اصل را پیموده می باشی، تو نسل خوب یک کشور دیگر، تو راه تو و من هرگز نخواهی داشت. هزاران سال بعد وقتی که می آیی، گذر بر تاریخ تلخم نخواهی کرد، تو راه اصل را پیموده می باشی، تو دین تو و من هرگز نخواهی کرد. یکی از سرده هایم بود سارا جان، امیدوار هستم خوشتان بیاید و این کمی زودتر سراییدیم. یکی دیگه براتون میخوانم، امیدوار هستم خوشتان بیاید. بچه های من خیلی شوخی دارن، امیدوار هستم وضعیت نشین شما. نه مشکلی نیست. گاه با یک سکوت از کنارش میگذری، از کنار آرزوهای پر از دود و غبار، در مسیر سنگ های کهنه از جنس کلوب، در دیار خسته از فریاد های سنگ بار. گاه میخندی و گاهی خنده چون گریت،
می تراود چون باران بهار. زندگی دیگر برایت خسته و افسرده است وقتی می بینی نشستی بین یک عالم قرار. زندگی دیگر دوراهی نیست حالا بین ما، در دیار خسته از فریادهای اشکبار. قافیت تکرار شد اینجا بین این ردیف، زندگی هی می تراود چون باران بهار. امیدوار هستم زندگی همه همیشه در حال خوشی و در حال شکوفا کردن باشه. تشکر، مرسی از شما و ما هم با آرزوی اینکه روزی برسه که تمام دنیا در صلح و آرامش زندگی کنن و یک وقت از دل جنگ و اینکه فرقی بین زن و مرد وجود داشته باشه وجود نداشته باشه، اصلا همچین چیزی نباشه. امیدوارم همچین روزی برسه. برای من هم امیدوار هستم که روزی تعصب، نسل ستیزی، مرد سالاری، زن ستیزی از بین بره و اگر به قرآن مراجعه کنیم، قرآن حقوق ما زنها رو بیشتر از مردها عرض گذاشته. امیدوار هستم که همه ای را درک کنند و ببخشید مهمان ناخوانده من هم آمد. امیدوار هستم که باعث خلال نمیتون نشه. نه مشکلی نیست عزیزم. خانم آریانا پارسا. اگر لطفا مایکتون رو ببندید بسی جا. خانم آریانا پارسا. خانم صالح حیدری. آقای نصرالله احمدی. به نام خداوند جان خرد، با عرض سلام خدمت سارا جان رحمانی، شما شاعران، نویسندگان و دوران علم قلم، آرزو دارم که صحت و سلامت باشین. اسرت الله احمدی هستم، از ولایت پنشیر، فارغ التحصیل دانشکده خبرنگاری دانشگاه البیرونی. در حکومت قبلی به حیث گزارشگر در یکی از رسانه‌های محلی ایفای وظیفه کردیم و با سقوط نظام جمهوریت افغانستان فعلا در به سرنوشتی و سر میبرم. از اوان نوجوانی به سرودن شعر و نویسندگی علاقه خاصی داشتم و بزرگترین آرزو و مرامم امی بود که یک روز شود که شاعر شوم و در جمع شاعران محسوب بگردم. بالاخره به اثر تلاش هایی که کردم توانستم تا حد در این موفق شوم و با اهداف دینی هم نایل گردم. اگر اجازه شما باشه یک پارچه شعر که جدید از خودم رو تو بخوانش میگیرم. بله بفرمایید. عنوان شعر است دوست دارم. البته عاشقانه است، بسیار زیاد ببخشید دیگه. نه خیلی هم خوبه، بفرمایید. دوست دارم. دوست دارم زندگیم را این که قربانت کنم. دوست دارم زندگیم را این که قربانت کنم. هر چی دارم در خودم آن را به فرمانت کنم. دوست دارم این جوانیم در کنارت بگذرد. دوست دارم این جوانیم در کنارت بگذرد. عمر و این دنیای خود را صدقه نامت کنم. دوست دارم عاشقت باشم به سال و سالها. دوست دارم عاشقت باشم به سال و سالها. هر لحظه عشق بورزم. هر لحظه عشق بورزم تا که حیرانت کنم. دوست دارم آن پگارا وقتی بیدار می شوم. دوست دارم آن پگارا وقتی بیدار می شوم. در کنارم تا تو باشی بوس بارانت کنم. اگر اجازه برام یک چند دقیقه دیگه هم بده که یک غزل دیگه هم دارم براتون به خوانش بگیرمش. بفرمایید. تو در هر دعای خود تمنا می کنم هر روز
تو را در هر دعای خود تمنا می کنم هر روز، امید با تو بودن را به شبها می کنم هر روز. بجز عشق تو از دنیا دیگر چیزی نمی خواهم، بجز عشق تو از دنیا دیگر چیزی نمی خواهم، فقط یک دلربایی را تقاضا می کنم هر روز. اگرچه در کنارم نیستی باز هم ولی شبها، اگرچه در کنارم نیستی باز هم ولی شبها، تو را در هر تخیل راه پیدا می کنم هر روز. ندارم جز یک عکس و نگار بر دیدن رویت، ندارم جز یک عکس و نگار بر دیدن رویت، دلم را با همین عکست تسلا می کنم هر روز. دیگر هرگز ندارم طاقت بیشتر از این دوری، دیگر هرگز ندارم طاقت بیشتر از این دوری، شراب تلخ می نوشم و غوغا می کنم هر روز. ندارم بعد از این پروای این مستانگی ها را، ندارم بعد از این پروای این مستانگی ها را، همیشه مست می باشم و دعوا می کنم هر روز. جهان سپاس از توجهتان و وقت گذاشتن شما. بخیر و سلامت باشید. شکر ممنون از شما. یک سوالی آقای احمدی، در حال حاضر مشغول چه کاری هستین در افغانستان؟ قبلا هم یادآوری کردم که به مثل 90% مردم افغانستان در یک بی سرنوشتی مطلق با سر میبریم. متاسفانه. فقط مصروف مطالعه و سرودن شعر و بعضی موضوعات دیگه از کارهای هنری. آقای احمدی، شما به عنوان یک شاعر، از تمام شاعران هموطن یا اصلا بگیم فارسی زبان در تمام دنیا، در حال حاضر با توجه به شرایطی که در حال حاضر در افغانستان هست، چه توقعی دارید، چه انتظاری دارید؟ ما به حیث یک شاعری که جدیداً در افغانستان قد علم کردیم، خواستار کمک و همکاری شاعران بیرون از کشور در بُعد مادی و معنوی هستیم. چرا که چون از لحاظ مادی و همه ما میدانیم که شاعرای افغانستان و افغانستان در یک وضعیت نابسامان و اقتصادی قرار دارد و بیشتر مردم یعنی زیر خط فقر زندگی میکنند و همچنین شاعران، زیادتری شاعرایی که وجود داره یعنی با وجود که آثار دارم ولی امو از لحاظ مادیات، از لحاظ پول و امکانات یعنی امو امکانات ایران ندارن تا ایه که بگیرن امو آثار خود چاپ کنن. بنان ما از شاعران و نویسندگان بیرون مرزی که توانایی همکاری را دارن خواستاری هستیم که در این عرصه شاعرای افغانستان کمک و همکاری کنن. تشکر از شما. خانم فائزه رضایی، لطفا شما شروع کنید. سلام دارین؟ بله صداتون میاد. سلام، خسته نباشیم خدمت همه ایتان و خصوصا خانم زارا عزیز. خوب هستم، امید که همیشه خوب باشین و دور از گزند روزگار باشین. خب ابتدا ما میخواییم یک شعر بگم درباره وضعیت زنان که در افغانستان قرار داره و با مشکلاتی که روبرو هستن. بله. و ادامه میدم. رسم است که هر داغ جوان دیده دوستان، دعفت بران حالتی آن داغ دیده را. یک دو زیر بازوی او گیرد از وفا، و آن یک زی چهره پاک کند اشک دیده را. القصه هر کسی به طریق زروی مهر، تسکین دهد مصیبه بر وی رسیده را. این شعر ما وضعیت حالت وضعیت را بیان مونه که در افغانستان خودتان زنان از حال خود از دیست میده و اینا باید اینی روزگار سخت رو برو هستم. خب خانم رضایی عزیز، در حال حاضر شما مشغول چه کاری هستین؟ ما قبلا خودم هم درس میخوندم و هم جای درس میدادم، فعلا به مشکلاتی که وجود داره مونم بیرون بریم
و متاسفانه فعلا در وضعیت قرار نداریم و در یعنی تقریبا خانه هستیم. ولی قبلا شاغل بودید؟ بله قبلا نویسنده بودم، مثلا در اتفاقات کیمیاتر اینا رو کش میکنم به زبان گویا بنویسم و فعلا واقعا با چنین وضعیت در وضعیت قرار گرفتیم که نمیشه کار کرد. سیزن که ابتدا باید وضعیت خوب نمیشه تا زمینه بر ما مساعد بشه تا ما بنویسیم و چه بگوییم. بله متاسفانه. شما خانم رضایی بگید که با توجه به شرایطی که پیش اومده در افغانستان چه انتظاری دارید از شاعران و نویسندگان فارسی زبانی که در تمام دنیا هستن؟ خب یک چیز معلوم داره که ابتدا باید وقتی یک کسی یک کار شروع مونه باید این یک موارد یا چیزای نیاز ابتدا اینو باید زمینه بر ما مساعد بکنیم در مهارت که داریم و را انکشاف بدیم، مثلا ما زمینه بر ما مساعد باشه تا ما بینویسیم تا ما شعر بدیم، ولی فعلا شرایط هست که ما نتانیم واقعا یک چیز رو بینویسیم، ولی میتونیم بینویسیم نه و اندازه که ابتدا با فکر ما باشه. نیستیم دیگه چیز هست که نیاز به افکار آدم داره، نیاز به چون به زمان که ما اگه احساس خود رو بیان مونیم باید فکر ما آرام باشه و توقعی ما زمین این است که اونا باید با ما همکاری کنه و در هر زمینه چی بود اقتصادی چی دیگر بود ها و از هر لحاظ حمایتگر می باشه تا ما بتانیم چیزی مهارتی که داریم انکشاف بدیم تا بتانیم یک جمعه خوبتر و دو از جنگ داشته. تشکر ممنون. آقای دانشور شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دانشور اگه صداتون رو درست کنید، صداتون خیلی خرابه. حالا درست؟ بله بله. استغلال دارد شان گل منونم آیا شخصم روح رام سخت تمام عزیزان یعنی و یکی از ببخشید اصلا صدای خوبی ما نداریم، اگر لطف کنید که یا مایکتون رو نزدیک بگیرید. سارا جان میخواید تا صدای ایشون درست بشه یه شعر بخونم برنامه ایتم؟ بله آقای رادمنش معرفی کنم بعد شما بفرمایید. صحیح شد. آقای دانشور اگه لطف کنین مایکتون رو ببندید چون صداتون خرابه. درست. که خواهی دور باشی تو زنار، کینه و دشمنی ها بگذار کنار، در بغل گیر هم نوع خود، عشق ابراز کن در نوع خود. گر کنی دوری تو از جنگ و نفاق، می افتد بر تو این چند اتفاق. هم عزیز و هم گران مایه شوی، هم چو ابری بر زمین سایه شوی. جمله خوبان بر تو دلداری کنند، در همه احوال تو را یاری کنند. بر زمین افتد ماه در پیش تو، بر زمین افتد ماه در پیش تو، گرگ نزند ضرر بر میش تو. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدای من، خدای تو و خدای همه ما. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان، بانو سارا و بقیه دوستانی که شرکت کننده اند و چه بیننده. انشالله که همه عالی صحتمند و طاعت عبادت شما مورد قبول خداوند بزرگ قرار بگیر. رامین رادمنش هستم، عضو کوچکی از جامعه بزرگ خبرنگاران و عضو
کمیته اجتماعی رضاکاران افغانستان از کشور افغانستان هرات و باستان. باعث افتخاره که در این برنامه حضور دارید. آقای رادمنش، میشه درباره فعالیت‌های خودتون که بیشتر توضیح بدید؟ فعالیت‌ها که به حساب شبکه‌های رادیو و تلویزیون که بود، بازاریابی بود، وظیفه بازاریابی بر عهده من بود و در کمیته رضاکاران که بود فعالیت‌های زیاد داشتیم به که متأسفانه یا بدبختانه دیگه منحل شد. همه دوستان اطلاع دارم که خیلی آرزوها، خیلی هدفها، خیلی امیدهایی داشتم که به سرانجام نرسیدم و باز مثل خیلی از دوستان و با دلایل معلوم مجبور به ترک کشور، ترک خانه، ترک خانواده و همه دلخوشی ها و همه آرزوهایی. چند سالتون آقای رادمنش؟ 23 سال. بله متاسفانه. در حال حاضر کجا زندگی میکنید و مشغول چه کاری هستین؟ حدود نزدیک به یک ماه میشه که در کشور دوست ایران، در پایتخت از او تهران دارم زندگی میکنم. در ایران فعالیت های هنری خودتون رو دنبال میکنید یا نه؟ در ایران فقط تنها فعالیتی که ادامه دادم و واقعا جدا نشدنیم از همدیگر من و اون نویسندگی و خب دوستدار نویسندگی و اینکه شعرهای خود و شعرهای دوستان و شاعرانی که واقعا زیبا سرودن و پیشکسوتان مسلک دکلمه میکنم و با همین دلخوشم، با همین دکلمه ها، با همین نویسندگی ها و با همین بودن ها ولی کم بودن ها خوشیم و سپریم. بزرگترین آرزوتون چیه؟ آرزوها زیادن ولی بزرگترین هدفم اینه که ولی متاسفانه از بین رفت. بزرگترین هدفم بود که یک شخص مفیدتر، عالیتر و کسی باشم که واقعا خوبی ها و زحمات کشور خود بتونم جبران کنم که متاسفانه نشد. ولی از هر گوشه ای از دنیا که باشم این هدف به هیچ عنوان از دید و ذهن و قلب خود دور نمی کنم و ادامه دهنده این هدفم هست به هر نوعی که بشه، چه با شعر سرودن، چه در وصف وطن، چه با دوست داشتن به همین حال. آقای رادمنش، شما به عنوان یک نوجوان شما چه انتظاری دارید از شاعران و نویسندگان فارسی زبانی که در سراسر دنیا هستند؟ ببینید انتظارات زیاده و در کل باید بگیم که دنیای شعر و شاعری و خط و قلم و ادب یک دنیایی که مختص به فارسی زبان ها نیست. خب اینکه من مثلا در حرف میذارم شما مثلا با لهجه فارسی، به زبان فارسی، او کسی که حتی اردو، کسی که حتی انگلیسی حرف میزنه او هم وارد همین بعد ادبیات میشه و انتظارهایی که میتونیم داشته باشیم باید جامعه کلن، جامعه ادبیات دانان و هم مسلکان رشته ادبیات بودن، چه ادبیات انگلیسی، چه حالا دری، چه فارسی، فرق نمی اینه که وقتی انسانی که در اروپا زندگی میکنه، اصلا انسان در اروپا زندگی میکنه و نویسنده و شاعر هست و داره کار خود پیش میباره، او داشته هایی که او داره من هم او داشته ها لازم دارم. من هم به حیث یک نویسنده، من حیث یک دوستدار علم و ادب، داشته هایی از اون مورد نیاز منم هست. درسته کشورها فرق میکنن ولی نیازها فرق نمیکنن. نیازهایی که اونها دارن با نیازهایی که من دارم، با نیازهایی که دوستامان دارن، با نیازهایی که همه ما داریم هیچ فرقی نمیکنه. و حالا بعضی ها میگن انتظارهای مادی. خب ببینید در کشور ما افغانستان کمک های زیاد شد، خیلی زیاد شد ولی متاسفانه یک درون از اون هم به دست ما نرسید هیچ عنوان، چه در حالا بابت این نویسندگی، حالا بذارم کنار، در هر مسئله ای که بود هیچ پولی صرف ما نشد. ولی حمایت همی که انتظارهایی که ما داریم ما رو ببینن
ما هم نقطه من حیث یک نقطه نامعی جلوه ندن، ما هم حضور داریم. همه جهانیان باید بزنن که افغانستان فرهنگ از او، علم از او و تمام داشته های از او به نوع خود در کل دنیا تکه، در کل جامعه شعر و ادب و قلم و حالا هر مسئله دیگه تکه. و همین که دیده بشیم و همین که شنیده بشیم و همین که حمایت مان کنن از نگاه دیده شدن، همین که فایده. بله واقعا متاسفم که این شرایط پیش اومده و خیلی خیلی از جوانها و نوجوانای کشور افغانستان انقدر ناامید شدن و این شرایط نمیدونم چی باید بگم. متاسفم و امیدوارم که همه این مشکلات و بحرانها حل بشه. تشکر، مرسی آقای رادمنش عزیز. خانم سهیلا جانم، شعری هم آماده کرده بودم که خب اگر بفهم. اجازه بدین کمی طولانی بترم. اجازه هست؟ خوش آن روز که بیغم بودیم، خوش آن روز که بیغم بودیم، به دور از جنگ و جدال دور هم بودیم. خوش آن روز گارش شاد و شیرین، کم داشتیم و ساده بودیم، ولی با هم بودیم. نبودیم در فکر سفر و ترک وطن، نبودیم در فکر سفر و ترک وطن، ما همه ترک و تاجک و پشتون و هزاره هموطن بودیم. قلبمان مملو از مهربانی و بخشش بود، نیاز به دارو و طبیب نداشتیم، چون که بی درد بودیم. افغان بودیم و این بود بحر ما فخر و آزادی، در مقابل زور و تجاوز همچو شیر همچو پلنگ بودیم. یادمان بود کیستیم و اهل کجاییم، یادمان بود کیستیم و اهل کجاییم. ما افغان ها همه الگو و زبان زد بودیم، روزگاری خوش و خرم بود، روزگاری خوش و خرم بود، همه خوشی های جهان بهر ملتم بهر این وطن بود. قهرمانان وطن بهر وطن می جنگیدند، همه جای وطن جا برای رفتن بود. ترس و هراس و بهانه آن زمان معنا نداشت، همیشه حق با خدا حق با وطن بود. رادمنشا آن همه جلال و غیرت چه شد، آن همه غرور شجاعت آخر چه شد. رفت از یادها رگ و ریشه و خاک و وطن، آن همه شادی و آزادی و مهربانی ملت من چه شد. خدایا مردمان کشورم صلح میخواهند و بس، خدایا مردمان کشورم صلح میخواهند و بس، آن همه دعاها و اشکهای مردمم آخر چه شد. نمیخواهم بهشتت آن که در قیامت داده ای وعده مرا، نمیخواهم بهشتت آن که در قیامت وعده داده ای مرا، آن بهشتم در روی زمین، وطنم خانه‌ام کاشانه‌ام ای خدا چه شد. آن بهشتم در روی زمین، وطنم خانه‌ام کاشانه هم ای خدا چشم. مرسی، تشکر، ممنون، واقعا زیبا بود و تحت تاثیر قرار گرفتیم. کاش بتونیم یک کاری انجام بدیم و به این شرایط عوض بشه. متاسفانه خانم سهیلا عزیز، خانم سهیلا اگه صدای منو میشنوید شما میتونید شروع کنید.
خانم سویلا مایکتون بسته است عزیزم، صداتون نمیاد. فکر کنم اشتباه صالحه هستم. آها ببخشید. ببخشید. نه اشتباه ندارم. صالحه. به نام خداوند آفریدن قلم. آسمان قسمت ما بود که بیبال شدیم. دل به فریاد سپردیم ولی لال شدیم. ما به حنجره گفتیم که لب وا نکند. عاقبت وای سکوت دلمان جاله شدیم. با کسب اجازه از حضور سارا رحیمی و شما نویسندگان و شاعران خوش قلم. بنده صالحه حیدری سام از نسل خاموش و برای بلند کردن صدای مظلومان قلم بر دست گرفتم. بنده از کابل سیبا می باشم. در سال 382 چشم به جهان گشودم. در سال 400 مکتب را تمام کردم. فعلا مسئولیت خاص ندارم و جز همین نویسندگی. در حال حاضر در کابل زندگی می کنید؟ آها بله کابل هستم. و مشغول چه کاری هستی؟ خب فعلا مصروف درس هستم. امسال نو مکتب رو تمام کردیم. یعنی امتحان کنکور پیش رو دارم. امیدوارم که موفق باشید. خانم صالح عزیز چند سالتونه؟ 18. 18 سال. شما چه انتظاری دارید از شاعران و نویسندگان فارسی زبان؟ انتظار ما بیشتر از آن چیز نیست که ما بگوییم بین ما کمک مالی کنه یا کمک کنه. ما فقط خودم فقط میخواهم که همین با همین قلمی که در دست دارن صدای مظلومان، صدای همه مردم که نمیتونه بلند کنه با همین قلم بلند کنن. میخوایم اینی که با قلمشان یک جهانی، یک کشور نوین بسازن. بله. آیا بعد از این تحولاتی که ایجاد شد زنان که خارج از کشور بودن، زنان افغانستان حالا یا هر ملیت دیگه ای، حمایتتون کردن؟ نه. این که فعلا در این شرایطی که افغانستان قرار داره دختران نمیتونه مکتب برن، تا هنوز که ما کمک ندیدیمشان. یعنی فقط اگر میفهمن که این دخترها برشان سخت هستن، میفهمن که هیچ دختری نمیتونن که وقتی که یک دختر قلم به دست بگیرد 12 سال یا 11 سال 10 سال مکتب بخونه، بعدن به خاطر یک موضوعی که در جهان بحث میشود مکتبشان را اعلام کنن. این سخت به کلگی، به خصوص به دخترانی که این نستیکای مکتبشان از خلاص شود. اینی رخصتی هایی که در بای داشتن نتانستن اینی تحصیل خدا ندامه بدهد، باید همه کشان کمک کنن. تا هنوز خود ما کمک ندیده مثلشان. صالح جان، اون روزی که دختران به مدرسه رفتن و اونجا بهشون گفتن که مدرسه تعطیله و اجازه ندارن، چه احساسی به شماها دست داد؟ خب انگار تمام دنیایی که ما به خود ما با می قلم، با می کتاب، با می کتابچه جور کرده بودیم، این همیشه سوختاندن، همیشه سیاه کردن دنیای ما را. در یک چهار دیوالی اتاق ما را زندانی کردن که هیچ کار از دست ما بر نمیاد. ما را گفتن که هیچ کار دیگه، این یک زندانی که هیچ چیز را نمی بینن، نه نور آفتاب برای زنده اتاقش میتابد نه یکی، همه که اما تو شدیم. خب قلب ما را دیگه نمیفهمم چه قسم بیان کنم. قلب ما از این وضعیت واقعا خیلی چه شد دیگه، ناراحت شد، قلب ما سیاه شد که دختران نمیتونه مکتب برن. ولی با چه ذوق و شوقی شما آماده شدید که برید مدرسه؟ همه دوستای شما درسته؟ آها، همیشه سالهای گذشتم. اول سال ما منتظر از این نبودیم که سال نو شود، ما لباس نو ببوشیم یا کار نو کنیم.
ما منتظر هستی بودیم زنگ مکتب زنگ مکتب صدا شوه ما به مکتب برویم، دوستای ما رو ببینیم، دوباره قلم کتاب خود را بگیریم بخوانیم. اما امسال که اعلان کردن مکتب هستن، وقتی رفتیم زدان دروازه مکتب ما را گفتن دیگر مکتب نیایین، مکتب شما اجازه مکتب آمدن را ندانین. این وقت یک قسم بود که فکر کنیم، اما وقت ما را زنده دکور کردن، سالهای گذشته را زنده دکور کردن دخترانه. اون لحظه ای که رفتید و مدرسه بسته شده بود و اینجوری گفتن، عکس العمل شما و دوستانتون چی بود؟ اگر تمام دخترانی که من در مورد چهار طرف دیدم، همه کشان چست گریان کار نمیکردن. یکی میگفتن من اونوز آمدیم چه کار کنم، چه رقم شد ما اجازه آمدن ندانیم. یکی خب همه کشان خلاصه ای که گیان میکردن نمیتونستن که چی کنن. فقط با امیدی ای که بود که اینی مکتب دوباره باشه و ما ادامه تحصیل بدهیم. و هنوز هم ما امیدوار هستیم نوز افغانستان این سرنوشت نمیماند و روز ما آنقدر دخترای محکم قوی میشیم که کل جهان در اختیار ما باشن. امیدوارم که همه این اتفاقای خوب بیفته. و سوال دیگه ای از شما دارم، از جامعه فعالان مدنی که دارن تلاش میکنن که شرایطی رو در افغانستان مهیا سازن که دخترها دوباره برگردن به مدرسه، شما چه انتظاری دارید؟ انتظار من این هستن که همین صفحه‌ای که میزنن و کارهایی که ما میکنیم همه واقعا کنن. یعنی میخوایم کمی گپشان بلندتر بگویند تا که بمانند کمی دخترها، همین مردم، دخترهایی که واقعا هم زحمت کشیدن دوباره به مکتب بروند. ممنون، مرسی. آقای دادمنش، یک متن کوچک هم داشتم اگر اجازه بخونم. من یک سوالی از آقای دادمنش بپرسم، شما متنتون رو بخونید. آقای دادمنش عزیز، شما به عنوان یک پسر آیا موافقید با این قانونی که دخترها نباید به مدرسه بروند؟ خب ببینین، یک طرز فکر کاملا اشتباهه که خانم یا یک دختر نتوانه که درس بخونه. وقت که من حق دارم که درس بخونم، شاید دو برابر یا سه برابر وقت حق داره که خای خانم بره درس بخونه و چیزهای زیادی. چرا؟ چون مدیریت یک خانواده بر عهده یک زن. سخت‌ترین کاری که یک مرد اصلا از دوباره از او بیرون آمده نمیتونه، چرخاندن یک خانه و بزرگ کردن. خب بالاخره دانشگاه زیادی، ولی طرز فکر کاملا اشتباهه. و نه غیر از نه تنها من، بلکه هیچ مردی که در افغانستان که از علم و آگاهی و فرهنگ و ادب بوی برده باشه، با این طرز فکر، با این راهکارها موفق نمیتونه باشه. مرسی، تشکر. خانم سوال بفرمایید، شما بخونید. این کوچه های کهنه که بخت مرا میخندانند وقتی به کوتشته ها سفر میکنم، از کوچه هایی که خاطرات از کوچه های خاطرات می گذرم، خاطرات بخت ملاقاه لبخند برستم می کنند. کوچه ها که هم باعث عشق انسان می شود، هم باعث دلخوشی است. اما این کوچه ها سال هاست که بویی بی کسی می دهد. انگار قاره های هستند که منتظر کفش شدن است. بعضی کوچه ها پیدا نشدنی است. تشکر، مرسی از شما. خانم شیرزاد، خانم شیرزاد اگر مایکتون رو باز کنید، خودتون رو معرفی کنید، ممنون میشم. سلام، عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام دوستا و بزرگای شامل در برنامه. من شریفه شیرزاد هستم. البته من قبلا هم گفته بودم که من شاعر یا نویسنده نیستم،
منتها خیلی علاقه دارم در این برنامه ها، میخواستم به عنوان یک شرکت کننده یا اشتراک کننده شرکت داشته باشم. از سارا جان رحمانی جهان سپاس بابت دایر کردن این برنامه زیبا، و همچنان دوستای ما که صحبت کردن، صحبت هایشان واقعا عالی بود. ما به عنوان یک اشتراک کننده صحبت خاصی ندارم به خاطر که وقت دوستا را نگیرم، منتها میخواهم بگویم که ما صحبت دوستا را شنیدم، خیلی واقعا دردآور است وقتی نمیتونه یک دختر خانم دانشگاه بره، یک دختر خانم بتونه تحصیل بکنه، وقتی پورا نصف جامعه بشریت متشکل از خانم ها هستن و همون قسم افغانستان بخش کوچکی از جامعه بشری است، و او وقتی دخترای او از درس و تعلیم باز بونه، یک مادر موفق میتونه اطفال موفق را بارور بکنه و اجتماع تحویل بده. بنابراین من واقعا متاسف هستم، آرزو میبرم که دوستای ما، بزرگای ما، شاعرای ما، نویسنده های ما که اونا قلم به دست هستن، اونا از طریق قلمشان این مبارزه را دوام بدن، تمام روزهای سیاه افغانستان را درج تاریخ بکنن، و در رابطه با سرنوشت دختران افغان اونا از طریق قلمشان دادخواهی بکنن و این صدا را ولی اینا اقدام بکنن، لجوجانه اقدام بکنن، اینا مبارزه بکنن، اینا دوام بدن بر دادخواهیشان علیه بازگشایی مکاتب برای دختران افغانستان. خانم شیرزاد، شما خودتون فرزند دارین؟ بله، البته من 5 فرزند دارم. من از 6-7 ماه میشه که پاکستان آمدم، زمانی که اماراتی ها آمدن افغانستان کابل را اشغال کردن، ما نمیتونستیم در اونجا دوام بیاریم چون تهدیدات امنیتی خیلی بالا بود، و ما یک فعال مدنی سیاسی اجتماعی بودم، 2 دوره در شورای ولایتی کابل نماینده مردم بودم. به این دلیل بر ما واقعا مشکل بود، چون اونا خانه های وکلا را، اونا کارمندای دولت را مورد بازرسی قرار میدادن، و همچنان اطفال ما واقعا شوکه شده بودن. ما پسر ما تقریبا 15 سال داره و صنف 10 مکتب است، 4 دختر دارم، صنف 9 مکتب، صنف 7، صنف 4 و صنف اول مکتب هستن. ما برای اینکه اطفال ما از درس نمانن، برای اینکه اطفال ما بتونه به درسایشان ادامه بدن، آمدم مهاجر شدم. الان در پاکستان شرایط چجوریه؟ بچه ها امکان این رو دارن، این امکانات هست که برن مدرسه و همه چی خوبه؟ در پاکستان خب مشکلات خود را مهاجرت بخوایی نخوایی مشکلات خود را دارن، و ای که در اینجا ما با یک مشکل خاصی که روبرو هستیم، به حساب خانم ها یا مرد ها با سادگی نمیتونن اینجا وظیفه پیدا بکنن، کار پیدا بکنن تا اطفال خود را ما تمویل بکنیم و از این طریق اونا را بتانیم پس دوباره شامل مکاتب بکنیم. مکاتب در اینجا اکثرا خصوصی هستن و مهاجرین که کارت مهاجرت ندارن، اونایی که شناخت کارت نداشته باشن، اونا را به آسانی در هر مکتب نمیگیرن. مکتبایی که اونا را میگیرن مکاتب خصوصی هستن و اونا فیس میخواین به شکلی از اشکال هر جای دنیا نمیشه وطن. بله. مشکلات خود را داره، ولی ما میخواییم به شکلی از اشکال مبارزه بکنیم. بله، شما به عنوان یک زن شاغل که قبلا هم در افغانستان کار میکردین، فکر میکنید در شرایطی که الان به وجود اومده جامعه بین الملل چه کاری میتونن انجام بدن؟ آیا فکر میکنید کاری انجام دادن، تونستن کمک کنن به زنان شاغلی که در حال حاضر نمیتونن برن سر کار و شاید اون زنان سرپرست خانواده باشن؟ این طبیعی است که بسیاری از زنان در افغانستان سرپرست خانواده هستند. جنگ های 40 ساله در افغانستان بسیاری از مردم را یتیم ساخت، بسیاری از خانم ها را بیوه ساخت. اونا مجبور هستند برای از اینکه اطفالشان را تمویل بکنن، اونا باید شاغل باشن، اونا باید کار بکنن. ولی من متاسفانه جامعه جهانی اون قسمی که نیاز بود، اون طوری که نیاز بود که باید زنان افغان حمایت می شدن، نشدن.
و تا الحال که 6-7 ماه گذشته تا هنوز هم مکاتب برای دخترها بسته هستند. زنان هنوز هم نمیتونند در ادارات دولتی برند و بارد سر وظایفشان برگردند. و ای شما تصور بکنین یک خانواده ای که خانواده هایی که مرد ندارن، اونا سرپرست ندارن، سرپرست از اونا خانوم ها هستن، اونا 6-7 ماه که قبل از اونام چندین ماه اونا معاش دریافت نکرده بودن، آیا اونا چطور به زندگی ادامه بدن؟ واقعا یعنی بله متاسفانه خیلی شوکه کننده است. خیلی دار بودن اونا پولایی انگفت پرستن از نداشتن متاسفانه، و خانم ها واقعا در ادارات دولتی هستن، ولی فعلا که هیچ نمیتونن حداقل با مو مشکلات هم دست پنجه نرم بکنن، با مو شرایطش هم اونا حاضر بدن که برن وظیفه اجرا بکنن، فعلا نمیتونن. اونا در خانه هستن، وقتی زن نتونن در اجتماع حضور پیدا بکنن، وقتی نتونن در یک اداره برن، وقتی نتونن پولی دریافت بکنن، عاقبت این مسئله خیلی خطرناک است، خیلی وحشتناک است. و مجد دان تقاضا دارم چی از قلم بدستان، چی از بزرگایی که در خارج از افغانستان حضور دارن، چی اونایی که در رسانه ها هستن، که در رابطه با سرنوشت زنان افغان لطفاً دادخواهی بکنن. دادخواهی که لجوجانه نباشه، دادخواهی که پشت سر هم باشه، پیگیر باشن، تا این ما زودتر نتیجه بگیریم. هرچقدر که این وضعیت ادامه پیدا بکنن، با مو میزان سرنوشت افغانها در مجموع، به خصوص از مادران و دختران و خانواده های بی سرپرست، واقعا خطرناک خواهد بود. بله متاسفانه. خیلی ممنون از شما خانم شیرزاد عزیز. خانم رویا احمدی شما بفرمایید درباره این وضعیتی که هست و متاسفانه برای زنان به وجود اومده. اگر شعری دارید. یه لحظه صدامون داریم؟ بله صداتون میاد. شعر بخونم. وضعیت افغانستان رو که همه دوستان عزیز همه بیان کردن، این مشکل رو همه دی کل جهان، همه مردم در جریان هستن که افغانستان مخصوصا والای زنان چه محدودیت های وضع شده و همچنین مشکلات که هست فقط برای زنها نیست. چرا که من خود من یک پسر دارم به انجینری کامیاب شده و 27 همی پشت مایه بره به پهمتون، ولی این قانون رو وضع کردم طالبان که باید با لباس افغانی و لونگی بیایم. وقتی که این پسر من 17 ساله شده، نه لونگی تاله زده، نه هم زیاد لباس افغانی نمی پوشه و بچه هایی که در عصر امروز کلان شدن، بزرگ شدن، دیگه هر کدوم سلیقه های متفاوتی دارن در لباس پوشیدن، خب به دیگه که قبول نمی کنن. دیگه این مشکلات هست. لونگی همون شعال هاییست که دور سرشون می پیچن، درسته؟ بله همونها هست. خلاصه میگه خدا من خود این مشکلات هم حل بسازه، چون این برنامه از شعر و شاعریه، این مشکلات و دغدغه ها به خدا میسپاریم که خدا من خود حل بسازه. بله. پس بله. یک شعر میگم که برنامه خسته کن نشه. کاش میشد در هوا پرواز کرد، کاش میشد در هوا پرواز کرد، نیلی این آسمان را ناز کرد. کاش میشد سبز شد همچون بهار، تلخ نمیکرد کام ما را روزگار. کاش میشد صبر ایوبی کنیم، بهر هم دیگر مدام خوبی کنیم. کاش میشد جام ما لبریز از مهر و وفا، قلب ما میگشت تهی از حیله و مکر و ریا. کاش میشد بی‌نقاب با سادگی ها زیستن، این رسوم و عنعنات آخر برای چیستن. کاش میشد بی بهانه گریه کرد، در میان لال زاران خانه کرد. کاش میشد با محبت لحظه‌ای پیسوان یار خود را شانه کرد. کاش میشد این سکوت و بغض سرد، میشکست و میرمیدان کوه درد. کاش میشد خانه دل را چراغانی کنیم، لحظه های زندگی را خوب و نورانی کنیم. کاش میشد چتر همت را به دست خود گرفت،
بر همین غیرت بمانند مردمان با یک شگفت، کاش می شد این جدایی خواب بود، شعر من یک شعر خوب و ناب بود. بسیار. تشکر عزیز دل. و یک شعر دیگم هست که ای از شعر از خود منیه ولی خیلی دکلمه دوست دارم، اگر فرصتی هست که دکلمه کنم، اگر که نیست مرخص شما سید بسامه جانب دارین صدامش؟ بله صداتون میاد. بخونم شعره؟ بله بفرمایید. تشکر. پیش از اینها فکر می کردم خدا، پیش از اینها فکر می کردم خدا، خانه ای دارد میان ابرها، مثل قصر پادشاه قصه ها، خشتی از الماس و خشتی از طلا، پایه های برجش از آرج و بلوط، بر سر تختی نشسته با غرور، ماه و برق کوچکی از تاج او، هر ستاره پولکی از تاج او، اطلس پیراهن او آسمان، نقش روی دامن او کهکشان، رعد و برق تنین خندش، سیل طوفان نعره طوفندش، هیچ کس از جای او آگاه نیست، هیچ کس را در حضورش راه نیست. پیش از اینها خاطرم دلگیر بود، از خدا در ذهنم این تصویر بود، آن خدا بیرحم بود و خشمگین، خانش در آسمان دور از زمین، بود اما در میان ما نبود، مهربان و ساده و زیبا نبود، هرچه می پرسیدم از خود از خدا، از زمین از آسمان از ابرها، زود می گفتند این کار خداست، پرسجو از کار او کاری خطاست، هرچه می پرسیدم جوابش آتش است، آب اگر خوردی خطابش آتش است، تا ببندی چشم کورت می کند، تا شوی نزدیک دورت می کند، کج گشودی دست سنگت می کند، کج نهادی پای لنگت می کند. با همین قصه دلم مشغول بود، خوابهایم خواب دیو و غول بود، خوابی دیدم که غرق آتشم، در دهان شعله های سرکشم، در دهان اژدهای خشمگین، بر سرم باران گرز آتشین، محو می شد نحوه هایم بر صدا، در تنین خنده خشم خدا، نیت من در نماز و در دعا، ترس بود و وحشت و وحشت از خشم خدا، تا که یک شب دست در دست پدر، راه افتادی به قصد یک سفر، در میان راه در یک روستا، خانه ای دیدم خوب و آشنا، زود پرسیدم پدر اینجا کجاست؟ گفت اینجا خانه خوب خداست، گفت اینجا می شود یک لحظه ماند، گوشه خلوت نماز ساده خان، بازوی دست روی تازه کرد، با دل خود گفتگوی تازه کرد، گفتمش پس آن خدای خشمگین، خانش اینجاست اینجا رو زمین، گفت آری خانه او ویریاست، فرشهایش از گلیم و بوریاست، مهربان و ساده اما ویریاست. تشکر از شما عزیزان دل و بینندگان گرامی، امیدوارم که برنامه خسته کن نشده باشه انشاءالله. ممنون از شما رویای عزیز، ممنونم ازتون. آقای احمدی شما بفرمایید، اگر حرفی هست بفرمایید. ما دیگه گفتنی ندارم، یک پارچه شعر دیگه هم که باز هم عاشقانه است، سبک نویسنده او
نظم های ما عاشقانه است، ولی نظم های ما مشکلات و مردم رو بیان میکنه. باز هم میخواییم یک پارچه شعر عاشقانه که دارم براتون بخانش بگیرم. نوشتم که طبقه ظلم و جفا بر ما روا میداری، طبقه ظلم و جفا بر ما روا میداری، در همین جاده دل اندوه و آه میکاری. طبقه صبر و تحمل بکنم درد فراق، طبقه صبر و تحمل بکنم درد فراق، گاهی این شاعر شعر را به صدا میاری. طبقه غم نویسم غمی این حسرت دل، طبقه غم نویسم غمی این حسرت دل، تو بخوان لطف بکن این غزل سوگواری، طبقه لحظه شماری بکنم بهر حضور، طبقه لحظه شماری بکنم بهر حضور. پس بگو راست بگو از رخ من بیزاری، پس بگو راست بگو از رخ من بیزاری. تشکر میکنم از توجهتون. تشکر، ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و اومدین. آقای رامین رادمنش، شما اگر شعری دارید. با سلام مجدد. شعرها که زیاده، ولی دوست دارم به لهجه هراتی، چون دوستارهای لهجه هراتی زیادن، چی در داخل کشور چه در شهر کشورهای دیگه. یک باچه شعری هست به لهجه هراتی، گفتم به خانش بگیرم به دوستان. نجلا قد و بالا تو به دلمه، نجلا قد و بالا تو به دلمه، همو چی شایه سیاه تو به دلمه، دمه رقص میکنی در بین محفل، همو شنگ شنگ چوریا تو به دلمه. نجلا جو کجای یار و نگارم، نجلا جو کجای یار و نگارم، همو صدا و همو سیما تو به دلمه، دم در میزنم دم خونه شما، همو هو گفتنا زیبا تو به دلمه. ممیشم فدای ناز و ادا تو، نماشم لب بم خنده ها تو به دلمه. بخیر میشیم به هم محرم نجلا جو، بخیر میشیم به هم محرم نجلا جو، همو جنگ و همو چنگ و همو چوچنگا تو به دلمه. بسیار زیبا. تشکر، ممنون از شما رامین عزیز. سارا جان عزیز، اگر با من کاری ندارید یا سوالی ندارید، سلامت باشین. ممنون از لطف شما، ممنون از وقت. نماز هم هست تاخیر میشه. بله، تشکر، ممنون. خانم صالحه، اگر حرفی دارید، دوستان هر کدوم اگر حرفی دارید بفرمایید. داور عزیز، اگر شما صحبتی دارید میتونید مایکتون رو باز کنید. ببخشید من تصویر نخواهد داشته باشم، مختلف بگویند من نتونستم درست کنم. من ببینم هنوز هم اتون مانده. من رو ببخشید، خیلی خوشحال شدم که شنیدم و واقعا لذت بودم. آقای رادمنش، خانم فائزه، خانم صالحه، تمام کسایی که هستن حضور دارن، میفهم که متاسفانه تحولی که در اخیر آمد متاسفانه خیلی امیدها را نامید ساخت، خیلی زندگی های کامچنانی که باید شاید ساخته بودن و خشتای اول زندگی ما ترتیب میداریم تا خانه خوب بسازیم، متاسفانه تا فعلا در نحوی لگت خورد و در حال خراب شدن است. اما نسل نوی که هستیم و دوستایی که هستیم و عزیزانی که هستیم، شاعر، نویسنده، ورزشکار و هر کسی که در هر بخشی که هست، هنوزم امیدی هست. هنوزم اگر ما و شما قدر زود به عقب بریم و قدر زود خود کنار بکشیم، فکر میکنم که این راه درست نخواهد باشه. حالا هر کسی در هر نقطه‌ای که هست باید در هر رشته و یا در هر
چیزی که دسترسی داره باید تلاش و کوشش کنه و امیدها رو نباید از بین ببریم. به نهایت استفاده کردم. ما تقریبا ساعت 3 شب است و ما بسیار علاقمند بودیم به این برنامه. خودم اشتراک کردم. ما شاعر و یا نویسنده نیستم، بخاطر اینکه با اون توانایی نیستم. شما خیلی توانا هستید، بسیار بالاتر از اون چیزی که فکر میکنید هستید، توانایی دارید. اما بسیار دوست داشتم خودم حضوری در این برنامه باشم و پیشنهاد شما. ممنون میشم از تک تکتون، سایتون با گرمی میفشارم و با باعث طریق محبت خود و دوستی خود به شما پیشکش میکنم. موفق باشید. آقای باور مجری هستن که برای برنامه های ورزشی فعالیت دارن در پرژان وارتس، ولی در قسمت افغان ها و معرفی قهرمانان و ورزشکاران کشور افغانستان به عهده ایشون هست. خواهش میکنم رحمانیت شما همچنان لطف کردید. خواهش میکنم. آقای دانشور اگر که نمیدونم صدای شما درست شد میتونید شما صحبت کنید. خدمت دارم. بله صداتون میاد. سلام خدمت شما. حاضر هستم و جواب دار هستم. ما سال دوم دانشگاه انجینری دانشگاه البیرونی. شما شاعر هستین؟ بله شعر می زنم. بله میتونید یکی از شعراتون رو برای ما بخونید؟ چرا نه. مرسی. ناامیدی نیست ما را فال دیگر می زنیم. ناامیدی نیست ما را فال دیگر می زنیم. در هوای نفس شیطان چال دیگر می زنیم. ناامیدی گر بود دنبال ما در این جهان، شاهین پرواز بلند این بال دیگر میزنیم. گر نخواهد ترک ما را دشمن خاموش ما، با قلم رزمیده ما هم حال دیگر میزنیم. گر به دست ما نیامد دشمن ماهی صفت، صیاد بی‌رحمیم ای دل جال دیگر میزنیم. گر نداده حاصل امسال این خشکیده زمین، دهقان صابر باش دانشور سال دیگر میزنیم. بسیار عالی، ممنون از شما. شما با عنوان یک شاعر از این شرایطی که به وجود اومده چه صحبتی دارید درباره این شرایطی که به وجود اومده؟ شرایطی که فعلا در کشور ما اومده، خود تحولات اخیر مردم فعلا در فقر هستند و بس تحولاتی که در اخیر اومده، محروم سامن را از مکتب شایی خودش یک فاجعه برای همه افغانای ما. اقلاب لازی که نمیتونه به تحصیل خودمان بته و از زمانی که زنهانان به مکتب برون تحصیلات خودمان بته، ما یک کشور بی سوایش بدل لازی که نصف همه زنها تشکیل داده. بله ممنون از شما. اگه اجازه تون باشه میخوایم برای تون بخونش بگیر. بله بفرمایید. درست است. زخمی شده قلبم و درمان نتوانم. زخمی شده قلبم و درمان نتوانم. دل گشت اسیر یار پنهان نتوانم. لبهای پر از خنده و با قلب شکسته، غمهایی که من دارم عریان نتوانم. گویند که دانشور پشمرده ای چرا، دارم هزاران در بیان نتوانم. قلبم پر از درد و دارم به دست دارو، فریاد کشید دارو درمان نتوانم. امید که خوش دارو بالا باشه. بله ممنون، تشکر از شما. خانم رضایی اگر صحبتی دارید شما. خانم فائزه رضایی. بله من میخوام شیرم دارو میخوام بخانش بگیرم. بفرمایید. آب از بالا به پستی در رود، آنکه از پستی به بالا بر رود. گندم از بالا به زیر خاک شد، بعد از آن که او خوشه و چالاک شد. دانه هر میوه آمد در زمین، بعد از آن سرها برآورد از زمین.
اصلی نعمت هازی گردون تا به خاک دیر آمد شد غذای جان و پاک. تشکر ممنون. خانم رضایی شما گفتید در افغانستان هستید در حال حاضر؟ بله من فعلا در کنار درس بودم، قبلا درس بخواد بوده فعلا هم بعضم درباره وضعیت زنان که در افغانستان وجود داره می نویسم و همچنان در پهلوش دستم دارم که در یک مکاتب برای کودک ها و شکل رایگان درست بود. نظر شما چیه درباره اون روزی که بچه ها دخترها با ذوق و شوق رفتن به مدرسه و متاسفانه درهای مدرسه بسته بود و گفتن که دخترها اجازه ندارن ادامه تحصیل بدن و به مدرسه برن، نظر شما چیه؟ خب پایداری یک کشور، پیشرفت یک کشور وابسته به تحصیل، وقتی که جوانان اون کشور تحصیل نکنه تو کشور میتونه پیشرفت کنه؟ پس میگه زمانی که بخوای کشور خراب کنی ابتدا نمانی باید تحصیل کنه. پس اون زمانی که بچه خود رفتن مکتب واقعا من خیلی ناراحت شدم، یعنی واقعا من در شرایط بسیار ناراحت می با هر وضعیتش، ولی باید تحمل کرد چاره چیست. اون روز خیلی گریه کردن دختر رفتن، واقعا یعنی درس خواندن این کاری جور نیست، در این دنیا جز درس خواندن هیچ راهی پیدا نمیشه. دختره که بخواید درس بخونه پیشرفت کنه، این یکانه راهش بتانه فامیل خود حمایت کنه، بتانه این یکانده خوبتر داشته باشه، این راه هشن گرفته باشه دیگه هیچ راهی نداره، دیگه چی کار کنه در این دنیا. نمونش خواهرزاده من سنت هفت زمانی که مکتب رفته بود خیلی گریه میکرد، خیلی میگفت ما دیگه امید ندارم ما چی کار کنم. ما گفتیم خیرت ناامید نشد بیا ما هم باید کار مونیم در سال مکتب شروع میشه. میگه نیم دیگه در افغانستان نمیشیم اینا نمیمونه و درس بخونیم. مگه درس خواندن جور میه؟ یک دختر خردسالی که 11 ساله چنین برداشت باشه، چنین این از الان که ابتدایش ناامید باشه چی برسه با دیگراش؟ دوستان شما بین شما شاعرانی هستن که کتاب هاشون به چاپ رسیده باشه، کتاب شعری داشته باشید؟ با رسانه همکاری دارید برای اشعارتون که به نشر برسه؟ با هیچ رسانه همکاری ندارید؟ هیچ کدوم از دوستان تا حالا اشعارشون برای هیچ رسانه اشعارتون رو ارسال نکردین؟ خب دوستان عزیز نظرتون درباره برنامه پرژن واتس چیه؟ هدف من از این برگزاری برنامه امروز این بود که تعدادی از رسانه ها خواستن که دوستانی که دکلمه میکنن شعرهای شما رو با اجازه خودتون و با اسم خودتون دکلمه کنن و بعضی از رسانه ها قرار که اینها رو پخش کنن. نظرتون درباره این همکاری و هماهنگی چیه؟ لطفا اگر لطف کنید بگید. صدا من داریم؟ بله صداتون میاد. خب اول میشه که گفتید نظرمون درباره برنامه شما چیه؟ خیلی برنامه خوب و عالیه، تشکر میکنم. چون اولا شما سوال کردید از دوستان که شما انتظارتون چیه از بقیه شاعرها و اونایی که در خارج از افغانستان هستن. یکی از اون انتظاراتی که ما داریم اونو شما برآورده ساختید، چون صدای تمام زنان افغانستان و همچنین شاعرانی که از طبقه برادران هستن به گوش جهانیان رسوندید. این خیلی قدم بزرگی برداشتیم. انشاءالله که خداوند متعال اجرتون با خدا باشه و همچنین در تمام عرصه‌های زندگی موفق باشیم. تمام تشکر میکنیم از استودیو محترم که این زمینه رو مساعد ساختن، تمام چنین تصویر و صدا و شعر و دکلمه ها منو به نشر رسوندن و همچنین توقع ما این هست که از شعرهایی که ما هست مشکل نداره، هر کس که
هر کسی که میخواه چیز شعرات اشکالی نداره. از من از جانب خود خوص اجازه میده، مشکل نداره شعرات هر کدوم که دوست دارن بکنه کنن، مشکلی نداره. و دیگه دوستان باز از خود سوال بکنن و همچنین همین شعرهایی که ما هر کدوم میخوانیم، درسته در ادامه گپای دوستایی که گفتم که من نیاز به کمک مادی و معنوی هست، در کنار او خود شما میفهمیم اشخاصی که تازه به عرصه شعر و نویسندگی پا میگذارم هر کدوم بدون مشکل نمی باشه ماها، چون من خودم شخصا تقریبا 2-3 سال 4 سال میشه شعر می نویسم و بدون مشکل نیستیم. و او اشخاص و شاعرهای مشهوری هستن که کتابهای اینا به چاپ رسیده، خیلی کتاب چاپ کردن و همچنین کتاب های اینا تایید شده. این اشخاص هستن و همچنین از خود افغانستان هم شاعرهای مشهوری داریم و همچنین از کشور ایران که اینا در خارج سر می کنن. توقع ما این هست که در کنار اون نیاز مادی و معنوی که هست، ما از طریق حالا شبکه‌های اجتماعی زیاد شده، واتساپ یا تلگرام یا کدام برنامه دیگر، ارتباط داشته باشیم با شاعرهای مشهور که مشکلاتی اگر در ابیات شعر ما هست، در نظم ردیفی قافیه هست، این مشکلات اصلاح بفرمایند که ما روز به روز پیشرفت کنیم. چرا که این کشور ما حالا یک کشور شده که هر چقدر پیشرفت کردیم دوباره پس 20 سال به عقب برگشت و هیچ حمایت کننده ای نداریم. و اگر از این قسم اگر قرار باشه، چون هر کس به همون اول قدمی که پا میگذاره نیاز به یک مربی، یک استاد ورزیده داره که مشکلات ما رفع بسازه تا ما روز به روز در این عرصه شنویسندگی و شاعری پیشرفت کنیم، که ما هم مثل او بزرگواران بتونیم یک از خود خواستاری به جا بگذاریم. تشکر میکنم. انشالله که روز به روز براش دستاوردهای بزرگتری شما هم داشته باشیم در برنامه خود. تشکر ممنون از حضور همگی تک تک شما خداحافظی میکنم. تشکر ممنون آقای احمدی، آقای نصرالله احمدی. اوکی، مثل که ظاهرنشون نیستن. دوستان اگر که صحبتی دارید در آخر بفرمایید. دوستان اگر صحبتی دارید میتونید. اوکی، تشکر میکنم از اینکه در این برنامه حضور داشتید، خیلی خوشحال شدیم و امیدوارم که روزی برسه همه این مشکلات حل بشه و تمام کسانی که مجبور به مهاجرت شدن از کشورشون برگردن و با صلح و آرامش در کشور خودشون زندگی کنند. و امیدوارم برای همه شما همه چیز خوب پیش بره. دوستان عزیز، این بود برنامه ما با تعدادی از شاعران افغانستان. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و بتونید استفاده کنید. دوستانی که این برنامه رو دیدن حتما با این شاعران همکاری کنید در بخش دکلمه و پخش اشعار این دوستان. خیلی ممنون میشیم ازتون. تا دیداری بعد، خدایا رو نگهدارتون.